تارت پاناکوتا، آرد گندم 280 گرم، کره 175 گرم، شکر 75 گرم، زرده تخم مرغ 3 عدد، توت فرنگی برای تزیین، پودر ژله برای تزیین. میخوام از پاناکوتای توت فرنگی دنت استفاده کنم، خودش یه دسر کامله. به نام خدا، سلام. میخواییم با هم تارت درست کنیم، تارت پاناکوتا، یه تارت جدید و خوشمزه و متفاوت و جذاب که اگه تو خونه درستش کنین با قیمت مناسب تری میتونین بسازینش. اما برای درست کردن یه تارت خوشمزه یه خمیر میخواییم، یه خمیر میخواییم که ترد باشه و شکننده باشه، طوری که وقتی تارت رو میخواییم بباریم بتونیم اونو برش بزنیم و مقاومتش هم در مقابل سسی که روش میریزیم بالا باشه. پس اول یه آرد گندم خوب میخواییم. یادتون باشه کسایی که بیننده این برنامه هستن تا این برنامه رو میبینن متوجه میشن که برای درست کردن خمیر تارت ما کره میخواییم. حالا قبل از اینکه کره رو بخوام به آرد اضافه کنم تا یه خمیر تارت بسازم، برای قالب تارت یه مقداری کره برمیدارم، بعد کره رو میندازم. از یه کره استفاده کنین که خوش عطر باشه، چون بوش روی تارت تأثیر میذاره. حالا تارت ها بعضی هاشون فقط آرد و کرن، بعضی هاشون تخم مرغ هم بهشون اضافه میشه. توی برنامه امروز 3 تخم مرغ داریم که 2 میخوام اضافه کنم به خمیر. اما کاری که میکنم اینه که سفیدهشو همیشه نگر میدارم. اول نگاه میکنیم ببینین سالم باشه، میندازیم، بعد یک دیگه سفیدهاشو اصلا دور نندازین. سفیده رو میتونید بپزینش، سرخش کنین، تو سالاد استفاده کنین، 1000 کار میتونین باش بکنین، ولی دور انداختنش اشتباهه. حالا اینم از زرده، پس 2 زرده هم بهش اضافه کردیم. حالا میخوام یه خمیر پوک و تورت درست کنم. وقتی که خوب مخلوط بشه در ظاهر شما فکر میکنین که این خمیر نگرفته، ولی نگاه کنید بهترین شکل ممکنش اینه که وقتی که یه خمیر استاندارد درست میکنین، خوب به دستای من نگاه کنین، وقتی که فشارش میدین به هم میچسبه. پس یه خمیر کاملا استاندارد، خوشبو و ترد و فوق‌العاده برای تارته با 2 ذره تخم مرغ و 280 گرم آرد و 175 گرم کره میتونین یه خمیر بی‌نظیر برای تارت درست کنین. حالا وقتشه که تو یه دونه قالب پهنش کنم. با کمی کره‌ای که داشتم قالب رو چرب کردم. حتما قالب رو چرب کنین برای حتی اگه تفلون بود. حالا این خمیر ترد و خوشمزه و خوشبو رو میندازم رو وسطش و شروع میکنم به پهن کردن. انقدر ترده و لطیفه که با دست میتونین بهش مثل یه سفال شکل بدین. پهن کردنش کار ساده ایه، به شرط که خمیر و فرمولش رو درست درآورده باشین. اندازه ای که توی برنامه گفتم بهتون رو دقیق یادداشت کنین اگه میخواین یه خمیر عالی در بیارین. رو اندازه هایی که تو برنامه برای شیرینی و کیک بهتون میدم خیلی دقت کنین. همیشه یادتون باشه داشتن یه ترازوی خوب برای قنادی خیلی مهمه. سعی کنین همیشه از یه ترازوی استفاده کنین که اندازه ها رو دقیق بهتون بگه. حالا میخوام دورش رو صافتر کنم تا پاناکوتا روش خیلی قشنگ بیسته. پاناکوتایی که انتخاب کردم توت فرنگیه، اگه دوست داشتین انبش رو استفاده کنین، ولی برای این تارت من به شما توصیه‌ام توت فرنگیشه. خب پهنش کردیم، حالا چیکار کنیم که بلند نشه؟ برای این کار، برای اینکه خمیر از روی صفحه بلند نشه، باید از چنگال استفاده کنم. این قسمت یه مقداری نازک شد، با دست میشه این قسمت رو زخیم کرد. خب
حالا چنگال میزنم. تو لوازم های قنادی جدید یه سری سنگ های کوچیک کوچیک گردی اومده که اون از اونا هم استفاده میکنن. به جای چنگال زدن میان از اون سنگ ها میریزن و وزن سنگ باعث میشه که خمیر تارت بلند نشه. اگه توی لوازم قنادی فروشی اونا رو دیدین بخرین. من خودم هنوز پیدا نکردم. حالا میذارمش توی فر و از صفحه سعی میکنم جداش کنم که وقت درآوردنش هم راحت باشیم از صفحه. عالی شد. حالا حرارت دو طرفه رو احتیاج دارم. حدود 20 دقیقه به این زمان میدم. 200 درجه سانتیگراد براش خیلی زیاده. بعد از 20 دقیقه خمیر ترد و خوشمزه میشه. یادتون باشه که خوب بذارید خمیر پخته بشه. اما رازش اینه که وقتی خوب پخته شد بذارید خوب سرد بشه که بتونیم راحت از توی قالب درش بیاریم. وقتی که خمیر رو میذارین روی میز از همون در واقع از تو فردش میاریم میذارین تا سرد 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 بشه، اما تو قالب درش نمیاریم. حالا یه نکته خیلی ظریفی هست که اینجا باید بگم. وقتی میخواین کرم درست کنین، بعضیا مثل من دوست دارن که مزه شیرینی مزه کرم پاناکوتامو در واقع اون شیرینی طبیعی خود دسر رو احساس کنم و مزه بیسکویتی که درست کردم مزه آرد و در واقع کرش رو بده. اما بعضی دوست دارم بیسکویت شیرین باشه. این نکته رو باید اینجا بگم. 75 گرم شکر رو میتونین توی خمیر بزنین که هم خمیر شیرین بشه و هم با شیرینی پاناکوتا بخورین. اما من خودم یه بار دیگه تاکید میکنم که شکر رو دلم میخواد فقط روش بپاشم که اون حالت تردی روکش انجام بشه، خیلی کم، و در آردش و خمیرش نمیخوام شکر باشه چون میخوام تماش متعادل باشه. اما وزی دوستان شیرین باشه میتونن خمیر تارتشون رو شیرین درست کنن. حالا از این 75 گرم شکر من یه قاشق غذاخوریشو برای پاشیدن روی تارت میخوام که مقاومت سطح کرمو بالا ببرم، چون حرارت فر باعث آب شدن شکر میشه روی تارت. حالا دوتا میخوام پنکوتای توت فرنگی بزنم. میخوام پنکوتای توت فرنگی رو برگردم. در ضمن بهداشت ایران هم کاملا تاییدش کرده. اینم فراموش کرده بودم. وقتی پنکوتا رو برمیگردونی، این سس توت فرنگی طبیعی اولین چیزیه که با بوی توت فرنگی به شما اون احساس تازگی و شادابی رو میده. اول توت فرنگی رو میندازم. میخوام حالا کرما درست کنم. اما هیچی از این سسش از دست نمیدم. برای اینکه بهتر دیده باشین این کار کردیم که میخواستم اون قرمزی سس توت فرنگی رو ببینید. اینم یکی دیگرش. پس دو تا پنکوتای توت فرنگی میخوام برای روکش تارت. سسش هم حتما بریزیم. پس همیشه پنکوتا رو تو جای خنک بذاریم و همیشه خنک استفاده کنیم. بعد من یه زرده تخم مرغ میخوام. حالا زرده تخم مرغ من میندازم. بعد خوب همش میزنم تا بافت زرده به پنکوتا برسه، چون میخوام برشتش کنم روی تارت. به همین صورت مخلوط شد. بوی توت فرنگی که پنکوتا داره کمک میکنه که بوی تخم مرغ از بین بره. خیلی آروم سسو میریزم. دو تا پنکوتا برای تارتمون کافیه، چون بعدش روش توت فرنگی هم میاد. اگه صفحه خمیر تارتتون بزرگ بود حتما میتونین از سه تا استفاده کنین، یعنی سه تا پاناکوتا بزنین. حالا با یه قاشق پهنش میکنم این شکلی. میبینی چقدر زیبا شد؟ و بعد برای مقاومتش روی این
خمیر و زیباتر شدنش شکر میپاشم. خیلی کم. چون خمیرم، گوش کنین، چون خمیرم شیرین نیست میتونم شکر پاشش کنم. ولی اگر خمیرتون رو شیرین کردین اون وقت خیلی کمتر مثل من شکر، خیلی کم، حتی از منم کمتر شکر پاشش کنین. حالا میریم سراغ مرحله بعدش. مرحله بعد اینه که زرده تخم مرغ به همراه پناکوتا روی این خمیر پخته بشه تا مقاومتش بالا بره برای ایستادن توی خمیر. پنجره وسط فرو انتخاب کنین چون خود خمیر پخته است. بعد حرارت بالایی فرو با باد گرم مشخص میکنم و بهش حدوداً 15 دقیقه وقت میدم. ولی بعد بهش سر بزنین. بعضی از فرها دماشون با هم فرق میکنه و 180 درجه سانتیگراد عالیه براش. تارت پاناکوتا آماده تزیینه. ببینین چه شکلی شده بعد از اینکه کرم رو ریختیم روش. حالا اولین کاری که میکنین با پودر ژله توت فرنگی تزیینش میکنین. عین دستور اصلیش. اونم فقط تو حاشیه‌اش. بعد از چند تا توت فرنگی برای زیباییش استفاده میکنم که تو دستورش هم هست. تو جای مختلفش میتونیم روی صفحهش توت فرنگی بچینیم و کیفیت زیباییشو بالا ببریم. این تارت ویژگیش اینه که سرعتش خیلی بالاست برای درست کردن و آسونم هست. حالا شروع میکنم توت فرنگی چیدن. تموم شد. ما یه تارت پاناکوتا درست کردیم با طعم توت فرنگیش. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.